ایشان را جامندم که به جایگاه تشریف آورد. این محفل ختم قرآن کریم جهت همدردی با بازماندگان زمین لرزه‌های پیهم اخیر هرات و مردم غزه با حضور گسترده ای از مردم در ولسوالی انجیل برگزار شد. به گفته برگزار کنندگان، این محفل با حمایت گسترده مردمی برگزار شده است. هدف اساسی محفل دقیقاً اتحاف دعا به روحانیت شهدای اخیر حوادث جهان اسلام به خصوص زلزله مرگبار هرات بود و در این حال قضیه غزه و شهدای مظلوم فلسطین که این مردم با برگزاری محفل ختم قرآن عمومی و خیرات عامه و دعا به روحانیت شهدای مظلوم فلسطین خواستن از این طریق همبستگی خود را به اونها نشان بدن. دیده می شود که در این محفل از همه اقشار جهت همدردی و اعلان همبستگی با مردم فلسطین حضور به هم رساندند. صدها نفر از باشندگان این ولایت ضمن التحاف دعا به روح شهدای زمین لرزه های اخیر و مردم غزه حمایتشان را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. مردم قریه عقاب ولسوالی انجیل امروز با یک همبستگی با یک صدا امروز دور هم آمدن این گردهمایی را فراهم نمودن تا اولا اونمو حمایت خود از مردمش مظلوم فلسطین، شهدای فلسطین، شهدای اسلام در اینجا نشان بدن، دومن اون وحدت و همبستگی و یک پارچگی خود و روستاهای همجوار در اینجا نشان بدن. باید مردم مسلمان همچون اتحاد و اتفاق در هر کجا، در هر قریه، در هر ولایت داشته باشم و به کفار نشان بدم که اگر روز صدها شهید از ما بشه بازم ما یک اتحاد و اتفاق داریم با هم دیگر. از سوی دیگر باشندگان هرات حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کردند و از کشورهای اسلامی خواستند تا در مقابل ظلم صهیونیست ها سکوت نکنند. به خاطر شهدای مظلوم و مردم فلسطین که چندین سال 75 سال زیر ظلم و شکنجه کفار قرار دادم همچین محفل گرفتیم که انشالله یک اتحاد بین تمام جامعه اسلامی رخ بده و صورت بگیره که ما مسلمان ها دوباره زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله بتوانیم یک کشورهای اسلامی یا یک دولت اسلامی بپا کنیم که انشالله به نفع تمام ملت و مردم مسلمان جهان باشه. ما هم احساس همدردی و احساس انسانیت ما بنا به همه داده که خداوند برای ما همین حس را به وجود ما بداده تعریف شد و به کمک همدگر همین اهلی قریه به امید که خداوند ما از مصائب و مصیبت ها و دردها و علما نجات بده. قابل یادآوری است که در پی زمین لرزه‌های پیهم هرات نزدیک به 3000 نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با این به دنبال حملات گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا اکنون بیش از 8000 نفر جان باختند.